جوابی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت آفریدگار ایران، برنامه دیگر در تلویزیون ایران فردا و سپاس از شما بابت همه محبتات. گاهی در این برنامه میریم به سراغ کارشناسا، اونجا که لازمی که نظر اونها رو جویا بشه. دیگه نظر ما شرط نیست، نظر کسانی که در اون زمینه ها صاحب نظرن. اخیرا مقالاتی چاپ شد از دکتر نوذری، در دکتر حسام نوذری در هافینگتون پست، همینطور در نشریات اسرائیلی، و اشارات کرده بود به وضعیت موجود در خاورمیانه و اینکه بسیاری از مصائب و مشکلاتی که امروز در این منطقه داره میگذره ناشی از دخالت سیاست و ایدئولوژی است. حالا که تازه ایدئولوژی مقدس هم بهش اضافه شده و معتقده که واقعا یک جاهایی باید اهرم‌ها رو از کف سیاستمدارها و صاحبان ایدئولوژی بیرون کشید و فرهنگ مدارها و عالمان رو وارد قضایا کرد که اونها فکر اساسی بکنن، با هم همکاری کنن، با هم مرابطه داشته باشن، با هم تشریک مساعی کنن برای تغییر وضعیت. چون نمیشه به همین ترتیب این فاجعه رو دنبال کرد یا بر خط این فاجعه حرکت کرد. یک جایی باید جلو قضایا گرفته بشه. همه هم دنبال راحل های کوتاه مدت هند. هیچ کس به دنبال راحل های ریشه ای نیست. آقای دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و هموطنان عزیزم. حال شما خوبه؟ دکتر نوذری حال شما خوبه؟ خوب هستم، خیلی ممنون. خسته نباشید. خب آخر هفته شما رو دیدیم در کنفرانسی در آریزونا. جالب بود حرفایی که شما مطرح کردید درباره فساد علمی که امروز غرب بهش درگیره. بخش خصوصی توان و قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، تقریبا میشه گفت ابتکار عمل از نظر علمی دست بخش خصوصی است. دانشگاه به تدریج دارن بیرنگ میشن، کار زیادی از دستشون ساخته نیست. مثلا اشاره کردید به اینکه سامسونگ در کره، در کره جنوبی به تنهایی مثلا در رشته الکترونیک 5000 کارمند داره که صاحب PhD هستن، یعنی درجه دکترا دارن، و روی همین مسئله از این 15000 به اصطلاح صاحب PhD در اختیار خودش گرفته. ما سراپا گوشی. بله ببینید، امروز یک مشکل بزرگ که دانشگاهی ها دارن این هست که به اون صورت دیگه رنگی ندارن. بخش خصوصی اکتشافات و اختراعات رو انجام میده. روزی نیست که صدها اختراع به اسم اونها ثبت نشه، در صورتی که در دانشکده ها به گرد اونها نمیتونن برسن. همینطور که اشاره کردید، مثلا فقط در سامسونگ در بخش الکترونیک 5000 PhD داره درجه دکترا کار میکنن، در مقابل 1000 PhD در سال 2000، یعنی در سال 2013 5 برابر بیشتر استخدام کردن. خب دکتر نوذری، این که همه چیز داره در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره و همه چیز در اختیار بخش پیشرفت های علمی و از این قبیل، مثلا حالا یکی از صنایعی که خیلی در برابر علامت سؤاله صنایع داروسازی است که وضع نگران کننده ای پیدا کرده. خب چی میشه اگه قرار بشه کماکان پول حرف آخر رو بزنه و سوداگری های مالی؟ ببینید همون اتفاقی میفته که افتاده، یعنی تعداد بیمارها بیشتر شده، تعداد بیماری ها بیشتر شده، میکروب های جدید بیشتر شدن، ویروس های جدید بیشتر شدن، این پروتئین های کوچک بهشون میگن پرایون بیشتر شدن، خطرناکتر شدن به مراتب بیش از گذشته. بله. دانشکده ها یک چیزی شدن تقریبا این روزها شبیه کلاس های رانندگی، یعنی به دانشجو راه یاد میدن چطور رانندگی کنن یک جورایی، نه بیشتر از این. ولی اون که ماشین رو میسازه، اون که اختراع میکنه، اون که اکتشاف میکنه در اختیار بخش خصوصی هست و اینها تقریبا به استادان دانشگاه نیازمند هستن تا یک مهری روی اکتشافاتشون بگذنن، نه بیشتر از اون. و این خب خطرناک هست، خطرناک هست به خاطر اینکه
آخرین مثالش رو من میتونم واسه شما بزنم در مورد فوکوشیما هست در کشور ژاپن. الان نزدیک به بیش از 2 سال هست که تقریبا همه دروغ میگن، از نخست وزیر، دولت و دارندگان این راکتورها، یعنی مالکانش، عالم‌ها. بله، الان وضعیت فوکوشیما چگونه است؟ این درسته که میگن الان همه میدونن که هنوز مرتب لیک میکنه و آب رو آلوده میکنه، قسمت نیم کره شمالی کره زمین رو آلوده کرده، خاک رو آلوده کرده، به کشورهای همسایه نظیر کره، چین و تایوان صدمه زده، مایی ها رو آلوده کرده، اما کسی راجع به اونها صحبت نمی کنه. اگر شما به اخبار گوش کنید، خبرهای راجع به فوکوشیما بسیار بسیار کم هست در مقابل این فاجعه بزرگ. اخیراً یک تحقیقاتی انجام شد و نشون داد که از 144 هزار کودکی که آزمایش شده بودند، حدود 41% یک حالتهای غیر طبیعی در تیروئیدهای اونها وجود داره، سرطان نه و حالتهای غیر طبیعی نه. و بنابراین نتیجه گرفتن که به اون صورت مشکل ایجاد نمیکنه این فوکوشیما در ایجاد سرطان، و این خب به خوبی نشون میده که چطور میشه با جملات بازی کرد، چطور میشه با آمار بازی کرد. و این یک مشکل بزرگ هست در دنیای امروز، یعنی دانشمندان دانشکده ها، اگر بشه اسمشون رو دانشمند گذاشت، با استفاده از آمار میتونند عددهایی رو بدن، نتیجه گیری هایی بکنن که با واقعیت جور نیست، اما نمیشه اونها رو هم به چالش گرفت، سخت هست، چون در دنیای آمار به اصطلاح منیپولیشن کردن کار ساده ای هست. دکتر نوزری، الان اخیرا یه جنگ و دعوایی بود بین کانارانشنه در فرانسه، روزنامه خیلی معروف، با دولت ژاپن بر سر همین دروغگویی ها پیرامون وضعیتی که فوکوشیما پدید آورده و اینکه دولت ناچار به دروغ پردازی های مداوم شده. مالکان این نیروگاه ها هم که تقریبا میشه گفت هیچ چیز به مردم نمیگن، و این خب برای خیلی از ملت های دنیا این پرسش رو مطرح میکنه، چون دیگه مسئله است مربوط به کره زمین، آلودگی زمین، که خب پس تکلیف چی میشه، چه کار باید کرد، چرا وقتی به همین مؤسسات به بن‌بست میرسن در رفع مشکل سعی میکنن یا دروغ بگن یا سعی میکنن که رسانه ها رو وادار به سکوت کنن. یه وضعیت مافیایی در دنیا پدید آمده در رابطه با علم. ببینید دقیقا این روزنامه در فرانسه یک مقاله چاپ کرد با چند تا کاریکاتور، همین کانارانشه، جریان فوکوشیما و اینکه المپیک رو ژاپنی ها برنده شدن، و تو این کاریکاتور نشون داد که یک سری کشتیگیر فرض کنید 3 تا دست دارن یا 4 تا دست دارن، دارن با هم کشتی میگیرن و نخست وزیر ژاپن رو عصبانی کرد و دولت ژاپن رو، و اونها درخواست عذرخواهی کردن. در مقابل هم مطبوعات فرانسه و به خصوص سردبیر این روزنامه نخست وزیر و دولت رو متهم به فساد کرد و اینکه چطور به خودشون اجازه میدن در کمال بی‌شرمی حدود 2 سال هست که دروغ گفتن و حالا بیان یک چیزی هم طلبکار باشن. ولی مشکل اینجاست که از اون طرف همونطور که خود شما گفتید، به خاطر اینکه ما الان شرکت‌های بزرگ داریم که این شرکت‌های بزرگ هزاران هزار دانشمند دارن، همینطور که اشاره کردیم در ابتدای برنامه، فقط سامسونگ در قسمت الکترونیک 5000 PhD داره. شما هیچ مدرسه ای رو در امریکا نمیتونید پیدا بکنید که تو این مدرسه بتونن 2 تا 3 تا PhD استخدام کنن. شما هیچ دانشکده رو نمیبینید دیگه امروز در دنیا که قادر باشه در یک بخشش حتی 5 تا 6 تا PhD داشته باشه. و خب طبیعتاً یک همچین سازمان هایی مطبوعات رو هم در اختیار دارن و طبیعتاً میتونن استادان دانشگاه رو هم در اختیار بگیرن و خب استادان دانشگاه بسیارشون احتیاج دارن که
به اصطلاح پروموشن بگیرن، احتیاج دارن که حقوقشون اضافه بشه و خب طبیعتا میتونن یک مقالهایی بنویسن که واسه این شرکت هم جالب باشه یا واسه دولت ها جالب باشه یا واسه وزارت بهداشت جالب باشه، واسه وزارت دفاع خوب باشه و نقششون تقریبا تو همین حد شده. یعنی اون چیزی که ما تصور میکردیم از دانشکده کاملا از بین رفته، اون تصوری رو که ما داشتیم از دانشگاه کاملا از بین رفته، به اون صورت نقشی رو در دنیا بازی نمی کنن و نمیتونن بازی بکنن. دلیم. یک بار دیگه صدها اختراع در روز ثبت میشه و این اختراع از سوی دانشگاه ها نیست، صدها اکتشاف در روز ثبت میشه و اینها از طرف بخش خصوصی هستن. بنابراین بخش خصوصی است که الان دست بالا رو داره. دوستان عزیز، در این سخنرانی که در آریزونا داشتید در نکته مطرح کردید درباره مجلات علمی در دنیا که مقالات علمی رو منتشر میکنن یا گزارش های علمی درباره پدیده های نو، اختراعات، کالاها و از این قبیل، و یه علامت سوال بزرگ در برابر صحت ادعای اینها قرار دادید. ممکنه بیشتر توضیح بدید؟ واقعا نمیشه به مجلات علمی هم دیگه اعتماد کرد؟ در قسمت بهداشت بیش از 90% از مطبوعات غلط هستند، از انتشارات از مقالات. یعنی چی؟ یعنی من اطلاعات دادن اونجوری که جنبندی کردن عددها و رقمها رو ممکنه ظاهرن قشنگ باشن، ممکنه که ظاهرن خوب انجام شده باشن، اما واقعیت این هست که واقعا پشیزی ارزش ندارن، بیش از 90%. یعنی اینطور هم نیست که یه فکر کنن که 5% 10% اینطور هست. یعنی حتی مقالات علمی رو بخش خصوصی کنن؟ نظر من نیست. این رو در آریزونا راجع به اون صحبت کردیم، تمام اونهایی که در کار تحقیق هستن امروز میدونن که این واقعیت عام هست. یعنی حتی امروز مجلات علمی هم تحت سیطره و کنترل سرمایه است؟ 100%. به خاطر اینکه اونهایی که سردبیر این مجلات هستن اونها تصمیم میگیرن که چی علم میشه. عجب. متوجه هستید؟ سردبیرها و هیئت مدیره تصمیم میگیرن چی علم میشه. اگر مقاله شما نتیجه منفی داشته باشه در مورد یک کالا فرض کنیم، به احتمال زیاد انقدر ایراد میگیرن که این مقاله شما چاپ نشه. حالا اگر مقاله شما موافق باشه با یک کالا، اشتباهی هم داشته باشید ازش میگذرن، چیزی که قابل قبول نیست. شما اخیرا هم یه تحقیقات داشتید در این زمینه، در کدام نشریه منتشر شد؟ در فرانسه. در چه نشریه‌ای؟ نشریه به اصطلاح آکادمی فرانسه در قسمت بیماری های دهان. متوجه. عکس العمل هزار چی بود؟ که اغلب هم میدونم مدرسان و استادان دانشگاه بودن. یا اکثرا شوکه میشن چون خیلی به قول اینجا یا اوپن مایندد هستن، یعنی در مقابل واقعیات مقاومت نمی کنن و خب نگران هستن، همه نگران شدن که چه کار بایستی کرد. اگر ما این همه مجلات داریم، این همه مقاله در سال چاپ میشه، شما تقریبا به هیچ کدام از مقالات بهداشتی روزنامه ها یا مجله های بزرگ مثل لس آنجلس تایمز، مثل تایمز، مثل نیویورک تایمز اطمینان نمیتونید بکنید. کم اتفاق میفته که مقاله درستی رو چاپ کنن در زمینه بهداشت یا داروهای جدید یا پیشرفت های جدید بهداشتی. خب به خاطر این مسئله به قدری الان پیچیده شده، به قدری بخش خصوصی قوی شده و به قدری بخش خصوصی مؤثر هست، بایستی به اونها اعتبار داد. بخش خصوصی به قدری مؤثر هست، اگر اونها این اکتشافات رو نکنن کی میکنه؟ اگر اونها این اختراعات رو نکنن کی میکنه؟ اما از اون طرف به قدری اینها قدرتمند شدن که دانشکده به اون صورت دیگه مفهومی در حتی خود ایالات متحده آمریکا نداره، مفهومشون رو از دست دادن، تبدیل شدن به یک چیزی که خب یه عده میرن اونجا یه چیزی بهشون یاد میدن
بعدم یک دیپلم بهشون میدن و میان جشن میگیرن و همه خوشحال هستن. یعنی دانشکده تبدیل شده به یک مدرسه رانندگی، به شما یاد میدن چطوری حالا یه جورایی رانندگی بکنید، ولی اینکه بتونید بیاید بیرون و ماشین بسازید یا اتوبان بسازید یا جت بسازید، پرواز کنید، به فضا برید، کارهای بسیار بسیار بزرگی رو که بخش خصوصی میکنه، اصلا از حیطه دانشکده ها به کلن خارج شد. خب فکر کنید که الان این موج انتقادی که درست شده بتونه وضع رو اصلاح کنه؟ نه، به خاطر اینکه قدرتش بسیار ضعیف هست و خیلی راحت هم میشه اونها رو خرید، و این اتفاقی هست که مرتب بین بخش خصوصی و استادان دانشگاه میفته. یعنی اگر یک استاد دانشگاه بخواد یک صحبتی بکنه، خیلی راحت میشه اونها رو خرید، و این روزها کسی به پول نمیگه، قیمت ها متفاوت هست. مثلا در زمینه دارو میگن خیلی خوب مشکلاتی وجود داره، بعضی وقتا داروهای حتی ممکنه به بازار بیاد، میشنن بررسی میکنن، میگن آقا این دارو اگر بیاد به بازار احتمالا ممکنه 20 میلیارد فروش داشته باشه و درآمد داشته باشه، در عوض ممکنه 3 میلیارد هم ادعای خسارت بکنه یا 5 میلیارد دلار ادعای خسارت بشه. خب یه جمع و تفریق میکنن، میگن خب 15 میلیارد به سود ماست، بنابراین دارو رو به بازار میفرستیم با همین محاسبه ساده. یعنی همه چیز بر مبنای منفعت طلبی است و لاغه، اینطوریه نیست؟ دقیقاً. ببینید، قبل از اینکه یک محصول به بازار بیاد، شرکت‌های خصوصی، افراد برجسته یا اونهایی که به قول اینها اپینیون لیدر هستن، اونها رو دعوت میکنن و نظرخواهی میکنن، یک فرمول‌های پیچیده هست و خب حساب میکنن اگر این دارو به بازار بیاد چقدر منفعت داره، و روزی که بفهمن که این دارو خوب نیست و در دادگاه ما رو دنبال کنن، ما چقدر ضرر میکنیم. و اگر بین این نفع و بین این ضرر هنوز سود باشه، حتی اگر اون دارو واسه بیمارها خطرناک باشه، اون رو به بازار عرضه میکنن و این مرتب اتفاق میفته. عجب، خیلی عجب. خب اگر بدید، اتفاقا چون واسه هموطنانمون در ایران به خصوص این برنامه پخش میشه، اخیرا یک مقاله چاپ کردیم با دانشمندان جوان دانشگاه تهران. بله، این دانشگاه واقعا از خیلی از دانشگاه ایران از دانشمندان بزرگی برخوردار هستند، که ما حدود 4000 مقاله رو ارزیابی کردیم در مورد یک نوع جراحی دهن. بله. و متوجه شدیم از این 4000 مقاله که چاپ شده، فقط چند تاش قابل خوندن هست. عجب. و خب و خوشبختانه مقاله چاپ شده. در کجا؟ دکتر خجسته، یکی از جراحان فک برجسته ایران. و یا یک مقاله دیگه ما چاپ کردیم در مورد استخوان گاو، که در پزشکی زیاد استفاده میشه برای پیوند استخوان زدن. خب ما تو اون مقاله 1704 مقاله رو تشریح کردیم، زیر و رو کردیم، و از این 1704 تا فقط 36 تاشون قابل خوندن بودن، یعنی ارزش داشتن که دو مرتبه روی اونها مطالعه انجام بشه. ما بقیه شما اگر حساب کنیم، ما صدها و چند هزار مقاله داریم، اما در همون زمان هیچی نداریم، داریم و نداریم، و این هست که الان یک مشکل بزرگ شده. وقتی که این مقاله ها شما رو بمبارون کنن، شما قانع میشید که این محصول بایستی خوب باشه، و الان چطور ممکنه که 3000 مقاله میگن خوبه، حالا دو تا مقاله بگن بد هست، شما میگید 3000 مقاله میگه خوب هست. غافل از این که اون 3000 مقاله ارزشی ندارن، اما خب در مجلات معتبر چاپ شده. الان وضعیت علمی دانشگاه ایران در چه سقف اعتبار علمی دانشگاه ما چگونه است؟ ببینید، من سطح علمی دانشگاه ایران رو بسیار بالا میدونم، اما خودشون نمیدونن شاید، که در بسیاری از موارد سطح اونا از استادان اینجا بسیار بسیار بالاتر است. عجب. بله.
برخی از اونا مثلا مثل دانشکده صنعتی شریف که خب واقعا فارغ التحصیلان فوق العاده ای رو به بازار دنیا عرضه کرده، چون بیشتر این فارغ التحصیلان متاسفانه از ایران بیرون میرن، یعنی این فرار مغزها در ایران کماکان ادامه داره و این ثروت که در دست کف میره دیگه نمیشه اون رو به شکلی به مملکت به ایران برگردون، و این اسباب تأثیر، خیلی اسباب تأثیر. این بچه هایی که از ایران میان دکتر نوذری و در دانشگاه های آمریکا شاغل به اصطلاح مستقر میشن یا ادامه تحصیل میدن یا اینجا به ادامه تحصیل میپردازن، اینا الان چه جایگاهی دارن در میان به اصطلاح این مجموعه مغزهایی از سراسر جهان به این مملکت مهاجرت کردن؟ خب ببینید، به خاطر اینکه سطح اونا بالا هست راحت قبول میشن و بنابراین امکاناتی رو که در ایران در اختیارشون نیست اینجا در اختیارشون گذاشته میشه. اینجا بله، و به سادگی بالا هست، اما شما به یک مرحله که میرسید دوست دارید بالاتر برید. اونها این امکان رو دارن، داره. این ظرفیت رو دارن، این پتانسیل رو دارن. اینجا از اونها استقبال میکنن؟ استقبالی که ازشون میکنن استقبال گرمیه؟ خب وقتی که تست هایی که از اونها میشه راحت اون تست ها رو قبول میشن و اون در رو باز میکنه واسه اون چیزهایی که اون درها قبلا به روی اونها بسته بود. کاملا درست، کاملا درست. خب من اگر اجازه بدید فقط من یک مثال دیگه، حالا چون راجب فوکوشیما صحبت کردیم، من شما اخیرا مثلا شنیدید که ژاپن یک اختلاف نظر پیدا کرد با کره و یا با چین بر سر چند تا جزیره؟ درست. و اینطور به نظر می اومد که این جدی هست و پای مملکت در میون هست، در این که واقعا تنها دلیلش این بود که سر مردم رو گرم کنن و حتی سر مردم خودشون رو در ژاپن گرم کنن که اون احساسات وطن پرستانه بره بالا، و این همه باز هم برمیگشت به جریان فوکوشیما. بنابراین این جریان فوکوشیما به تنهایی نشون میده که چقدر وضع دنیا خطرناک هست و چطور بخش خصوصی دنیا رو داره کنترل میکنه، و اینکه من خودم شخصا فکر نمیکنم که دانشکده ها در آینده نزدیک واقعا حضوری به اون صورت دیگه داشته باشن. همین یک ذره هم که دارن از دست میدن سیطره دانشگاه ها. دکتر نوذری الان اینجا که نشستید مطبتونه؟ بله مطب. بسیار عالی، بسیار عالی. خب خیلی سریع خواهش میکنم برای بینندگانی که اولین بار شما رو میبینن خودتون رو معرفی بکنید. شما در دانشگاه پهلوی شیراز بودید، با سن کم ایران رو تک بکنم 18 سال ها؟ کمتر. من تحصیلاتم رو در دانشگاه بروکسل کردم و در دانشگاه فرانسه و در دانشگاه کالیفرنیا، یعنی UCLA USC. 17 سالم اونجا رئیس قسمت Advanced Periodontics بودم و الانم مشاور هستم در وزارت بهداشت و آموزش عالی در کشور ایتالیا. در ایتالیا. بسیار عالی. و فعالیت‌های ایشون در سراسر جهان. دکتر روزی اجازه بدید که این گفتگو رو با شما پی بگیریم، چون به نظرم خیلی لازمه که هم هموطنان ما در جریان وضعیت امروز دنیا باشن که واقعا هر روز داره وضع اسفناک‌تر میشه. اینکه میگن داره دنیا خاک برداری میشه تا هر چیز زیادی دست کم در مورد خاورمیانه که خیلی درسته، خیلی اساسی است. و این پیشنهاد دکتر نوذری هم جالبه که برای حل مسائل خاورمیانه چاره ای نیست، یعنی که تمام این ملت های خاورمیانه به جایی که اجازه دخالت به خارجی بدن با هم یک چی بشن و دست از این همه اختلاف بشوین و به شکلی این خط قرمز ها برداشته بشه، این محرم های تابو ها شکسته بشه. مثلا درگیری بین ایران و اسرائیل واقعا یک امر باسمه ای، خیلی ساختگی، خیلی تصنعی. ایشون در مقالش در نشریه هافینگتون پست به همین موضوع اشاره کرده بود که تمام تاریخ روابط ایران و یهودیت رو شما برانداز بکنید تو طی 2700 سال. مطلب آقای دکتر نوذری است و
یک حتی یک اشارتی نمیشه به اینکه جای اینا با هم درگیری داشتن یا مشکلی داشتن، با هم در جنگ بودن، در نزاع بودن، بر سر چیزی. خب برابری معلوم میشه که این سیاستی که داره بهانه جویی میکنه و اختلاف نمایی میکنه بدون اختلافی وجود داشته باشه. بله همینه نیست؟ خب بله، و از اون هم بیشتر. اگر چند تا رقم هم مثلا به شما بدم، ما الان در سال 700 هزار کودک در دنیا از بین میره به خاطر آلودگی آب. برو. 2.5 بیلیون، 2.5 بیلیون نفر در دنیا دسترسی ندارن به اینکه بتونن حموم بکنن، خودشون رو تمیز بکنن. یعنی اینقدر مسائل مهم هست و که اینکه ما باید مطمئن بشیم که به اصطلاح مشغول چیزهایی که بی اهمیت هستن نشیم. این مسائل جدی هست. میکروب ها و ویروس ها کار ننشستن، اونها هم دارای یک نوع دینامیسم هستن، اونها هم وقتی برمیگردن قوی تر برمیگردن. ویروس ها وقتی برمیگردن قوی تر برمیگردن. الان آنتیبیوتیک در بسیاری از بیمارستان های امریکا کار نمیکنه دیگه. بسیار از بیمارستان‌های بزرگ امریکا شما سالم میرید تو، ممکنه که اون تو یک عفونت بگیرید و از بین برید. یعنی اینقدر مسائل دنیا خطرناک شده، به قدری مسائل علمی و مقالات ما غلط هستند، به قدری اطلاعات غلط هستند، که حیف هست که به اصطلاح ما سرگرم مسائلی بشیم که اصلا اهمیت نداره. یک نمونه آخرش همین مسئله سرگرم شدن این جزایر بین ژاپن، کره و چین هست. درست. تا اینکه مردم فوکوشیما رو فراموش بکنن. آمد. در حالی که روزی 300 تن آب آلوده رو اینها وارد اقیانوس آرام کردن و به کل نیم کره شمالی رو آلوده کردن. 300 تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو داره وارد دریا میشه که اینها صدها سال و هزاران سال میمونه این آلودگی ها. و این حیف هست، این یک جنایت هست برای فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما. امیدوارم که اونایی که نیروگاه اتمی کنار خلیج فارس بنا کردن اندکی به فکر فرو برن و به مشکلات اساسی و ریشه‌ای این مملکت بپردازن، سرمایه ها رو اونجا متمرکز کنن. دکتر ناظری تشکر میکنم، به امید ادامه گفتگو. به امید دیدار. خداحافظ همینا. خداحافظ شما و هموطنانمون در ایران. More bad news for the people trying to control the contaminated water leak at the Fukushima plant. Officials with Japan's nuclear regulator say there may be more than one storage tank that's leaking radioactive water. TEPCO officials broke the news to their counterparts from the Nuclear Regulation Authority on Friday. They say radioactive readings inside a ditch leading into the Pacific Ocean have been rising since Tuesday. They say workers have found higher concentrations of strontium and other beta ray emitting substances in water samples taken from the ditch. NRA Commissioner Toyoshi Fukita says the ditch may have collected more spilled radioactive materials as a result of rainfall. But he also suggested that more than one tank may be leaking. He told the TEPCO managers to start monitoring the tanks more closely. Workers at TEPCO have also reported a plunge in levels of chlorine and radioactive materials inside a utility tunnel after work began to pump out densely contaminated water. NRA officials say the readings probably dropped when low chlorine groundwater flowed into the tunnel. They say this could mean tainted water from the tunnel seeped into the soil and mixed with groundwater. The people in charge of Japan's crippled nuclear plant say they're facing their worst crisis since the triple meltdown at the facility. Every day, hundreds of tons of water accumulate inside Fukushima Daiichi. Hundreds more are believed to be seeping into the ocean after becoming contaminated with radioactive particles. In this edition of Nuclear Watch, we're looking at the latest on the effort to bring the situation back under control. Workers at Fukushima Daiichi have struggled to stop radiation from escaping into the environment ever since the 2011 earthquake and tsunami wrecked the facility. One of the main sources of contamination is the groundwater that flows from the mountains into the nuclear plant. Government officials used Tokyo Electric Power Company data to estimate the extent of the problem. They said approximately 300 tons of water was filtering through the site until early this month, becoming laced with radioactive materials
and then seeping into the sea.